شما بخیر. و هوش من نبود. فرصت هست و یک کرمانی رو بخوان تو موقع بیارن خیلی سخته. بعد اقل نیم ساعت باید برای کرمانی و شیرازی وقت بذارم. جلوتر بگیم. از همه شما ممنون هستم استادان عزیزم، خصوصا استاد عزیزمون آقای دکتر صفدر تقی‌زاده که استاد و دوست بنده بوده و راهنمای من. اگر یک دانشجوی بی سواد از این دستش در رفته باشه ایش منم واقعا، اگر یه نونه باشه. و افتخار داریم استاد و همه شما ها. بنده در خدمتتون هستم و باید تشکر بکنم از آقای دهباشی که موقعیتی فراهم میکنه که من بیام اینجا با خانم جاری آموزگارم صحبت کردم. خیلی از این منهای شبها که من شوخی همیشه به علی دهباشی میگم که تو روزگار همه رو شب میکنی، چون واقعا نام میگی شب فلان شب فلان اینا، به قرار روزگار ما رو شب کنه و اینا. جاتون هم خیلی تنگه، ما شرمنده اونجا هستیم. این طرف هم میتونیم به سیبه از اون بر بگیم. در حال استاد خیلی ممنون. خواهش کنم ببخشید. بله. اینجا که همطور که میبینین در واقع باقیست که خاندان دکتر افشار برای فرهنگ ایران اختصاص داده. اون بخش رو به لغتنامه ده خدا دادن، بخش دوم رو به مرکز آموزش زبان فارسی، یعنی در اون ساختمون ها دانشجویانی از آمریکا، فرانسه، آلمان، از تمام دنیا میان برای آموزش زبان فارسی که زیر نظر دانشگاه تهران هست. و اون سالون هم که یکی دو بار تشریف آوردین سخنرانی داشتید در شب عموسی، هم محل زندگی پدر مادر آقای افشار بوده که بعد از فوتشون وقف سخنرانی های فرهنگی کردن و این کتاب فروشی هم در ادامه اون اهداف درست شده و کتاب هایی که چاپ میشه اینجا زیر نظر مهمترین شخصیت های فرهنگی ایران مثل دکتر شفیع کدکنی، دکتر خالقی، دکتر جاله آموزگار انتخاب میشه که این جلسات هم به یاد و خاطره زنده یاد ایرج افشار برپا شده که ماه آینده سالگردش هست و احتمال خیلی زیاد مراسمی هم در سالن خواهیم داشت. توی مدتی که ما خبر حضور شما رو در کتاب فروشی اعلام کردیم، یه مقدار زیادی سوال به صورت ایمیلی از این بر اون بر، از استرالیا، از بندر عباس، از همه جا رسید که خیلی زیاده که من اینا رو ایمیلاشون رو تقدیمتون میکنم. اما بسیاری، شاید شما این سوال رو خیلی جاها پاسخ گفتید، ولی خب برای ما خیلی تازگی خواهد داشت که از نخستین تجربه های آغازین نوشتن خودتون شروع کنیم برای ما بگید. من شروع کنم؟ خوبه. ولی من خیلی اینو جواب دادم، ولی بیشترین جوابی که دادم این هست که واقعا نوشتن فکر میکنم مثل شاید هر هنر دیگه از زمانی شروع نمیشه که به دست مخاطب میرسه، در وجود خود اون آدمی که شروع میکنه این کار رو شروع میشه. یعنی دقیقا. و نوشتن زمانی نیست که یه صفحه روزنامه باشه بگی من شروع کردم به نوشتن، یک کتاب در میاری، یا مثلا برنامه رادیویی بنویسی که این کارا شده، یا تو مدرسه یا انشا، حتی میریم هی عقبتر تا میرسیم به رویاها و تنهایی های کودکی که من زیاد داشتم. به جهت زندگی سخت و ناسازگاری طبیعت با من که هیچ وقت بر حال پدر مادر، الان یه فیلم مستند درست کردن در مورد من، رفتم با یکی از این روستایی ها صحبت کردن، گفتن تو میشناسی؟ گفت بلی، آدم بی پدر مادری بود در اینجا، جان هست توی فیلمش هم هست، کاش نشون تو میخواستن درش بیارن، گفتم نه بذار باشه. این تعبیر خودش منظور این بود که من به دنیا که اومدم دو سه ماه بعد از اون مادرم از دست دادم
و بعد پدرم که تو ژاندارمری بود دو سه سالی هم بیشتر سابقه خدمت نداشت، ناراحتی روانی گرفت و اینها و بعد اخراج شد به خاطر توهین به مقامات بالا و به هر حال عصبیت های روانی که داشت اینا. و من و پدر بزرگ مادر بزرگم بزرگ کردم، مادر بزرگم نه خواهری نه برادری نه خب به هر حال نزدیکترین آدم ها همون اونها بودن، چون من بچه اول بودم. مادرم اونطوری که میگن 16 سالگی ازدواج کرد و 19 سالگی از دنیا رفت بود و من 3-4 ماه هم بود هیچ وقت ندیدم. و چون به هر حال توی روستای کوچولو لای کوههای پشت مثلا کوههای کرمان اونجا به دنیا اومدم، تا 13 سالگی هم هیچ وقت هیچ جایی نرفتم و هیچ، فقط دو دفعه ماشین دیده بودم اینا. تو شما که غریبه نیستید، همه اینا رو به طور مفصل و با موقعیت های خاصی خودش نوشته شده. عرض به حضورتون که ذهن قصه پرداز داشتم، یه واقعیتی شد. بارها گفتم یکی از چیزایی که یادم مونده و خیلی خوب یادم مونده، اون به اصطلاح سقف حموم روستامون بود که وقتی که میرفتم با مادر بزرگم میرفتم همون میرفتم بچه ها رو جمع میکردم و این سقف گچاش ریخته بود و انواع و اقسام حیوان ها از تو این مثل که به شکل های مختلف بودن. ما به لاک پشت میگیم کاسو پشت و به هر حال خرس و گرگ و فلان. اولین قصه های کودکانه من برای بچه ها از این نقاشی های یا چیزای ریخته شده این سقف بود که هر کدوم شکل اینا بود. من در ذهن خودم اینا رو دونه دونه گفتم، مثلا گفتم این کاس پشت را میفته، میره اینجا، میره پیش گرگه، گرگه میره اونجا، این کاری میکنه. برام کردم اینجا رو برای بچه ها تعریف میکردم. این یک نکته بود. بعد تنهایی های خاص خودم بود. اصولا هیچ، الان هم همینطوره، من هیچ بازی بلد نیستم. هیچ در تمام عمرم به پاسور دستم نگرفتم، هیچ بازی هیچ چیزی نداشتم. بازی با ذهنم خیلی دوست دارم، با خودم و با ذهنم بازی کردم از بچگی. و یه گاوی بود که خب به هر حال من مسئول چروندنش بودم. وقتی میرفتیم خونه این میدادیم، بعد از مدرسه که میومدم، حالا یه خود بزرگتر شدم یا قبلش بود، تو رودخونه ای که بسیار از وسط روستا میذاشت کنار این رودخونه میخوابیدم و آسمون نگاه میکردم و ملخ هایی که از جلوی چشمم رد میشدن یا پرنده هایی که تو آسمون بودن یا ابرایی که بسیار به شکل های مختلف در میومدن و کوها و طبیعت و طبیعت بزرگ شدم. و این تخیلم و این که از زمین هم کنده بشم، چون خونمون هم خونه شادمانی نبود، یک پیرزن پیرمرد با یک پدر با یک بچه به سر فرض میکنیم از کار مونده روی دست مونده مریض احوال، هر دقیقه گم میشد و میرفت دو روز سه روز یک روز، همه میشناختن چون پسر کت خدا بود، چون میشناختنش میآوردن. و بعد خب فقر بود، تنهایی بود و میشد گفت دعواهای خانوادگی زیادی بین پدر بزرگ مادر بزرگ هم بودن. دو تا آدمی بوده، من نمیدونم چجوری اینا با هم زندگی میکردن. یکیش به شدت مذهبی بود مادر بزرگم و بعد از این پزشک سنتی روستا بود، با این داروهای روستایی مثلا معالجه میکرد، در حقیقت متخصص زنان و کودکان بود. اکثرا مردا زنشون پول میکردن از جاهای دور می آوردن اگر الاغی چیزی نداشتن یا بچه بود. خونه ما مرتب مریض بود، هر وقت هر گوشش نگاه میکردم یه بچه مریضی بود، یه زنی داشت گریه میکرد یا بچه مرده بود و رو دستش من نمیدونست به بچه خواهد. خب این خونه بود، یعنی بیمارستان کودکان در اقل بیمارستان. و بعد زنهایی که می اومدن این بچه ها رو می آوردن اونجا برای معالجه می آوردن، چیزهایی تو این خونه داشتن که حالا بر می گردم به اینکه حالا او ابزار نوشتن چگونه در ذهن من شکل می گیره. وقتی که اونجا بود، یعنی مادرها که بچه هاشون می آوردن اونجا برای بچه ها، برای اینکه آرومشون بکنن قصه می گفتن. در حقیقت قصه داروی
آرام بخشی بود و بعد لالایی هایی میخوندن و ترانه های روستایی که میخوندن برای این بچه ها، من اینا رو میشنیدم و بعد ناله بچه ها، بچه هایی که میومدن حتی راه میرفتن ولی خب به خاطر اون شرایط بدنی یا هر چیز دیگه روز بعد جسدشون از خونه ما میبردن بیرون. این یک. و پدر بزرگ بسیار شوخ و شنگ و تقریبا میشه گفت غیر مذهبی که اصلا تو این مسائل نبود و بعد این دعوای این دوتا که این خونه رو کردیم مریض خونه و اینجوری و فلانی حرفا و اونا میگفت و برو بشین با دوستات حال کن و فلانی حرفا، این دعوای اینجوری. و بعد پدری که زیر رخت خواب مرتب با خودش حرف میزد و بلند حرف میزد و میرفت و گم میشد و دیگه عادت کرده بودیم، میرفت همینطور سرش میداخت پایین و هر جا میرسید میرفت و اینها. در یک همچی شرایطی زمین برای من جایی برای زندگی نبود و این بود که من با آسمون بیشتر فکر میکردم و با کوها و درخت ها و پرنده ها و ملخ ها و اون چرا که تو آسمون بود. و هنوزم که هنوزه هر صبح خیلی زود میرم پارک، همین کار میکنم، با آسمون نگاه میکنم و کوه هم میرم، عشق کوه ها، عشق پنجشنبه های من. الان دو سه چهار تا پنجشنبه، یه پنجشنبه برم آقای دهباشی گذاشته ولی خب با گلای نازنین مثل شما برخورد کردن، در هر صورت حتما میارزه رفتن به درکه و 40 سال هست که کوه میرم. این تقریبا ساختمان ذهنی نویسنده ای هستش که آثارش در این اینا هست. و حالا من فکر میکنم نوشتن از همون زنونی یاد گرفتم، از اون سقف و با اون بچه هایی که میبردم اونجا و لونگی که اینجوری به سرشون میبردم به هم، یه حوضچه درست میکردیم، آب میریختیم توی این میشد یه حوضچه و اینها به برگ میبردم اونجا، برگ میبردم کشتن روی اینا، کشتی بود بعضی وقتا اگر مورچه گیرم اومد میذاشتن رو برگه تخون میخورد. و این بازی بود که من توی همون یا تو رودخونه این بچه قورباغه رو میگرفتم بازی میکردم، بچه قورباغه رو میگرفتم میذاشتن رو سنگای بزرگ، از اون بالا این همینطوری میومد، این خط آبی که پشت سر این بود اینا بازی های من بود و بازی های تنهایی. خیلی خیلی کمم با بچه ها ارتباط میگرفتم و نمیتونستم ارتباط بگیرم، به چند جهت بود. یکی اینکه خب پدر من باعث شرم بود، البته بیچاره حالا میفهمم، یعنی فرق کنیم، این شرم چیزی نبود که این کار خیلی ناجور بدی بکنه. خب میخوند و میرقصید و چی میکرد، بچه ها دنبالش میدویدن، دست مینداختن، شوخی میکردن باش و من از بچه هایی که اینجوری من دست مینداختن نمیتونستم باشون ارتباط بگیرم. و وقتی هم مدرسه رفتم دم پنجره می نشستم و نگاه می کردم ببینم که وقتی مدرسه نیاد مدرسه رو به هم بریز. این حالا شما واقعیتش این که فکر میکنین آیا نوشتن از اونجا شروع شد، از وقتی من تنها بودم، از وقتی بلا ملخ ها و برای گوسفند و برای کوه ها و برای بسیار ابر ها و گچ های ریخته سخت همون، من اونجا نویسنده بودم یه زمانی که اومدم کرمان و شروع کردم به نوشتن روزنامه دیواری و رفتن به بسیار رادیو که تازه کرمان بسیار تأسیس شده بودی که 2 سالی که میخواستم مثلا گوینده بشم و به خاطر لحجه نمیتونستم، بعد نویسنده اونجا شدم، گاهی مطلب مینوشتم میبردم. یا زمانی که اومدم تهران سال 47 اولین داستانم در مجله خوش خیابون صفی علی شاه که شاملو هم چیز سردبیرش بود، 2-3 تا داستان بردم، اینقدر رفتم نشستم به قول معروف دیگه از رو رفت و خوند و گفت خیلی خوب چاپ میشه، که من یه یادداشتم نوشتم شبی که نویسنده شدم، تنها یادداشتی که نوشتم برای شاملو همون بود، میشه روزی که سرش برند کرد و گفت خوب بود چاپ میشه، گفتم اونجا من نویسنده شدم، توی بغل رودخونه روستا نویسنده شدم و کجا، اینو شما تعیین بکنید. یا زمانی که اولین کتابمو که آقای ملک زاده بود توی مدرسه عالی ترجمه و استاد شاهد هستن که گفت تمام داستاناتو بخون از توشون انتخاب کن، توی کتاب مثلا مجموعه داستانی در اومد به نام معصومه که توی مجله فردوسی و مجله سپیتسیا و مجله تهران مصور جاهای مختلف که نوشته بودم، یا اینی که اولین بار که مجله سپیتسیا به خاطر
دو تا داستانی که نوشتم، یعنی سه تا یا چهار تا، یه دقیقا یادم نیست، اولین پولی که بهم داد 300 تومن بود و خیلی پول خیلی گنده ای بود برای من. از نوشتن دست آوردم. واقعا خود شما باشید، من همشو گفتم از ریز ریز، حتی از اون جایی که توی روستامون میخوابیدم و بعد درخت انگور بالای سرم بود، داربست انگور بود که از زمانی که اینها برگ میکرد و بعد یواش یواش خوشه میبست و خوشه ها بوده و بعد اینا انگور میشده یا من میدیدم و کنار بودم. و بعد یا اینی که جوی آبی که وسط حیات خونمون بود که آب اونجا رد میشد، صدای پای آب به قول سهراب سپهری میامد، و بعد هنوزم که هنوز صدای پای آب رو خیلی دوست دارم. یکی از صدای تو درکه خیلی آرومم میکنه، این صدای پای آب هست که به هر حال میبینم. و یه دفعه با خودم میگفتم من آخرش میرم توی یکی از این خونه های قدیمی که آب از وسطش رد میشه، جوی آب، و کنار همون میخوابم و بقیه دیگه ماجرا رو غم انگیزش نمی کنم. عرض به حضورتون که نه عشق ندی، اول صبح گفتیم ایشون این تا سوال ایشون بود به من پاسخ خیلی خیلی طولانیه و شاید هم بی خودی دادم، اما فقط این گذاشتم به عهده خودتون که آیا ببینین نویسنده از کجا شروع میشه. عنوان اولین داستان که در خوشه بود چی بود؟ کوچه ما خوشبخت ها، که بعد تو مجموعه هاتون اومده؟ بعد تو همون مجموعه چیز اومده، مجموعه معصومه اومده که 1100 و چند مونده؟ 1147. کارهای شما تو مجموعه اونچه که منتشر شده، همونطور هم که اشاره کردین، تصویر سازی از همون کودکی تو ذهنتون وجود داشته و جزء شخصیت ذهنی شما شده، به طوری که تصاویری که در داستان‌ها و رماناتون هست همیشه یک وجه سینمایی میده. به این جهت هم با این کارهای شما، دوتاش تا اونجا که من میدونم، قصه های مجید و مربای شیرین، به صورت فیلم در اومد و هنوز هم تو خاطره ذهنی در شاید 33 تا 33 تا بله 33 تا بود. 4 5 تا آقای ابراهیم فروزش کار کرده، 4 5 تا رو علی طالبی کار کرده، چکمه و تیک تاک و کیسه برنج و بعد ماه شب 14 13 تا 13 قسمت بوده. با 18 تا کارگردان کار کردم، با مرجوی مهمان مامان کار کردم و خیلی های دیگه ای که به هر حال بوده. این رکورد تقریبا اقتباس بیشتر اونجا بیشتر. بله خیلی بله. از کدوم این کارا بیشتر راضی بودید که فیلم شده؟ بله فیلم شده. ببینید من به این هیچ وقت اینجوری نگاه نمی کنم که این فیلمی که داریم میبینیم این پایه و اساسش بر اثر داستانی بود که من نوشتم. به جهت همین دوستی و دوست داشتن سینما که دیشب خاطرات خودم از تئاتری که بعضیاش رو من حتی نقشای کوچکی خیلی خیلی کوچک داشتم، دیشب زادروز علی نصیریان بود توی موزه امام علی که منم بودم اینجا، یاد این مسئله کردم که با چه سختی من به تهران اومدم و تو تهران دوست داشتم که برم و کارگردان بشم و بسرم حالا بازیگر یا هر چیز دیگه به هر حال تو این رشته بیام. و اونم به این جهت بود که اون وقتا اونایی که یادشون هست هنرپیشه‌ای بود به نام مجید محسنی که مرد خیلی خوبی بود، اومد کرمان و منم تو سینما کار میکردم، بهم قول داد که بیاد کمکم بکن برم توی کار تئاتر و اینا، که رفتم هنرهای دراماتیکش دکتر فروغ و اینا که برم یه علی نصیبه. در صورت من اونجا بودم، هم کلاسی حالا استاد معروف هم که برحال بودن، سعید نیکپور و علی حاتمی و بعد این آقای انواری و چند تای دیگه که برحال بودن اینها. من هنرستان هنرهای دراماتیک بودم و عشق سینما و تئاتر رو اینها داشتم. از بچگی هم خیلی دوست داشتم چیز رو تعزیه، و تعزیه برای من تو روستا که من بودم یکی از آرزوهام این بود که عاشورا و تاسو عاشورا بشه، من تعزیه ببینم و خیلی دوست داشتم این. یا نمایشایی که به هر حال روستایی ها اجرا میکردن، یا نمایشنامه که نمیشه گفت مراسمی که به هر حال داشتن و
اینا رو من خیلی دوست داشتم. اینم بهتون بگم که حال گفتم که بازی برم. تنها چیزی که باز تو بچه ها داشتیم تعزیه‌ای که خودم فکر میکردم با بچه ها بازی میکردیم و خودم همیشه نقش شم رو بازی میکردم. آخرش هم شم شده. آره هیچ وقت من امام حسین و علی اکبر و یرفان نمیشد. البته پدرم که صداش میگفتن خوب بوده قبل از اینکه بیمار بشه بیشتر مثلا علی اکبر خان بوده توی ده توی روستا. عرض به حضورتون که سینما رو بسیار دوست دارم و دوست داشتم به خاطر اینکه برم مجانی برم فیلم ببینم و هر فیلمی 20 بار ببینم. تو کرمان رفتم و اونجا کار کردم. آگهی سینما می نوشتم امشب بهترین فیلم مثلا فرض میکنیم رنگی سراسر زد خورد به نام مثلا فرض میکنیم ماسیست می آید به اشتراک فلان ساعت چند شروع میشه روی کاغذهای در 30-40 تا می نوشتیم و شب با یه پیرمردی با یه نردبون و با یه کیسه با یک سطل سریش را می افتادیم دور شهر. اینا رو می چسبوندیم به دیوار و اون وقت کارمند سینما شدم. دو تا سینما تو کرمان بود که من رفتم انقدر تمرین کردم تا وقتی یاد بگیرم و بنابراین اینم به جهت علاقه‌ای که به سینما داشتم که هر موقعی که خواستم هر چی خواستم برم فیلم ببینم. گفتگوهای فیلم ها رو حفظ میکردم و بعد دیگه تو مدرسه هم نمایشایی داشتم و اصلا با تصویر و سینما اینجوری بزرگ شدم و از زمانی هم که تهران اومدم حداقل 27-28 سالی که من داور فیلم هستم. فقط 15-16 سال داور جشنواره رشد بودم، 10-11 سال داور جشنواره فیلم های کودک و نوجوان بودم، اخیراً دوباره سر پیری رفتم داور جشنواره وارش شدم که من این حرفا بود. و در حقیقت با سینما آخرین فیلم ها رو هنوز میبینم و هنوز تصویرهایی که تو ذهنم وقت موقع نوشتن هست تصویرهایی هست که فکر میکنم دارم فیلم میسازم یا نمایش نامه هست و این هست که یه مقداری زنده شده و راحت میتونه مثلا فهم میکنه توی فیلم یا نمایش بشینه. شاید مثلا اون مثلا کارگردان نشدنم یا اینی که امکاناتش یا خودم میکنه این توی این هست و گفته از اونم خیلی خرج کنیم. کیارستمی میگه تو روی کاغذ داستان مینویسی یا فیلم میسازی؟ میگه نه همه فیلمه. معتقد هست که من همه این داستانم یه فیلمه، اصلا نه داستان نیست و خلاصه شایدم درست میگه. برای اینکه وقتی مینویسم در اون خلوتی که هست، اون سکوتی که هست، اون موقعیت ذهنی که من دارم، اگر یک نفر در بیاد تو من واقعا میتونم بهش بگم که اون کسی که راجعش می‌نویسم مثلا یه خال اینجا بالای ابروش داره یا مثلا فرقیم حتی جورابش چه رنگه و چشمش اینجوری و فلان. اما به خاطر ایجازی که در کارم دارم از پرداختن به اون شکلی که در قرن 18 بود و رومانتیک های قرن 18 که می‌نوشتن از اون پرهیز می‌کنم و به حال تحت تأثیر گلستان سعدی و بعضی از متون قدیمی ایرانی که چیز بود ایجاز رو خیلی مهم میدونستن و بعد تا نصر همینگوی یا چخوف یا اینایی که به سرعت حرفشون میزنن و بعد دیگه نوبت بعدی از نشستن بغل دست تدوینگرا مونتورا فکر کنه نویسنده میشینه بغل دست اینها و هی میبرن تصویر هی میارن برای یه پلان یا برای یه نما 10 بار یا شاید 20 بار این در میارن آیا حسندوس یا خانه پکشی و بقیه که من کنار دستشو نشستم این یه فریم خنده یکی رو برمیارم میذارن اونجا تا یه جایی به دردشون بخوره. دقیقا من موقعی نوشتن وقتی که اول مثل دیوونه ها مینویسم و بعد مثل مونتور ها مینشینم پشت میز مونتاژ و این تصویرهایی که هست کنار هم میذارم و این هستش که اونطوری که میگن نثرم و داستانم چیز زیادی نداره، یعنی چیزی نداره که بشه خطش بزنی. از بس این تصویری که تو ذهنم هست مثل همون چیزی که روی اون مونتور و روی صفحه‌ای هستش که تدوینگر اونطور می‌بینه همینطور تصویر این داستان‌ها میاد جلوم و میرم و با یک حتی شاید گاهی با یه جمله حتی با یه واژه من
حرف زیادتری میزنم. اینم من از سینما یاد گرفتم و خودم معتقد هستم که سینما که مدیون ادبیات هست، این فصل بندی هایی که تو ادبیات بوده تو سینما اومده به صورت سکانس یا فصل، یا مثلا فرض میکنیم حتی کلوزآپ یا تصویر مثلا نزدیکی که داده میشه یا لانگ شات یا تصویر عمومی، همه اینها از ادبیات اومده به سینما. و داستانگویی سینما اصولا اقتباس از ادبیات بود، یعنی این رفتن به گذشته، رفتن به آینده، اینا همه تو ادبیات بوده که حالا اومده و حالا شد مثلا میگن فلاش بک و فلاش فوروارد و از این حرفا اینا میزنن، که حالا من چون عضو فرهنگستان های خود فارسی بازی هم در بیارم. و بنابراین من فکر میکنم که حالا دیگه باید ادبیات از سینما چیزی یاد بگیره. اولین چیزی یاد بگیری ایجاز هست، اولین چیزی یاد بگیری نشان دادن هست، نه تعریف کردن. به قول چخوف خیلی معروف هست که میگه که اگر توی صحنه یه تفنگی باشه به دیوار باشه، از اون باید یه چیزی شلیک بشه، یعنی بی خودی برای چی باشه. منم اگر فکر میکنم اگر تو داستانم بنویسم یک مثلا فرض میکنی یک آدم زیبایی، یک زن خیلی زیبایی هست، موهاش اینجوری، چشمش اینجوری، حرفای اینا هست، باید بذارم این یک کسی عاشقش بشه، این زیبایی به درد یه جایی بخوره. اگه بگم قدش برنده، باید یه جایی بره یه میخی بی بدم اون بالا بکوبه، وگرنه خب بنویسم مثلا فلانی قدش بلند بود، خب بود چه خب این میتون کوتاه باشه یا هر چیز دیگه. بیشتر تصویر آدم ها رو میذارم به عهده اینها. یا مثلا اگر توی که مثلا این داستان آخری تاریخیار یه داستان داری که یه زنی هست که خود فلج هست و یه توی مصر عمومی زندگی میکنه و بعد یه بچه میر مهمونش میشه اینها، و این میشله شل میزنه با قول ترونیا، و برای اینکه این پله داره باید از پله ها بره پایین تا به این مصر عمومی بره، و بعد عید هست و سفره هفت سین گذاشته اینها، این میشره به یه سختی میاد بالا که هی میگه که بفرمایید دهنتون شیرین کنیم، ما جلوی دستشویی عمومی، جلوی توالت عمومی، همه فکر کنن این دیوانه است، در صورتی واقعا شیرینی و گذاشته و فقط تعارف میکنه، هیچ کسی نداره. و اینو گذاشتم وقتی که بچه میره پایین، مرد برای این شل میزنه که نمیتونه همراه مهموناش یا همراه کسایی که فکر میکنه مهمونه دنبالش میره، بعد اون میره تو دستشویی در میبنده و کارشو میکنه. هر به حضورش یا بچه میره، این من برای این گذاشتم که به کارم بیاد، وگرنه لزومی نداره، میتون شلم نباشه، میتون خیلی هم خوب راهه، اما من برای این کار، یا هر کسی یه چشمش نمیبینه براش کار میذارم، برای این قیافه‌ای که درست میکنم، برای صحنه‌ای که درست میکنم، این از سینما یاد گرفتم. و من فکر میکنم نویسندگان امروز، و این هم شده، من تنها نیستم، مارکزم اولین بار فیلمنامه نویس بوده، فیلمنامه شنیدم، درس میداد، فیلمنامه نوشته، و یا کسای دیگه که حالا نمیخوام اسمو گنده بیارم، الان نگاه بکنیم بیشتر چیزی رو نشون میدن تا تعریف کنن، چون واقعا تعریف کردن الان هم وقت تلف میشه، همین که ذهن خواننده رو تو داری که برنامه کنی 4 صفحه 5 صفحه بنویسی که این درخت اینجاش اینجوری بود، اونجاش اینجوری بود، اونجا نه، اصلا این نیست. راجع به یه درختی حرف زدم توی همین داستان آخری که این همسن ازدواج مادر بزرگم بود، روزی که مادر بزرگ اومده بود تو اون خونه، پدر بزرگم یه درخت سیبی اونجا کاشته بود، و حال یه شبی که طوفان میشه، داستان اینجا شروع میشه که این میگه که امشو این درختو میشکنه، با همون لهجه اینجوری هم نوشتم شروع میشه. این درخت رو گفتم این دوبار میوه میداده، دوبار گل میداده، یه دفعه تو پاییز، یه دفعه تو بهار که خیلی طبیعی هست تابستون بوده، یه دفعه هم تو پاییز گل میداده که تا هوا سرد میشد این گلاش بود، و بعد تا خیلی خیلی میخواست تو روستای ما که روستای سرسیری هست بشه این میوه میداد. به این جهت که این دیگه تابستونش گذشته، الان دیگه به زمستون رسیده، چون مادر بزرگ پدر بزرگ از دست داده، تک تنهاش با من هست و این درخت مونده، الان ما داریم دوران زمستون و دوران طوفان سخت زندگی رو میگذرونیم. بنابراین هر چیزی که نوشتم فکر میکنم یه دلیلی برای این کار پیدا میکنم، و فقط صرفا برای اینکه زیبا بنویسم، انشای قشنگ باشه یا صحنه پردازی نباشه. ببخشید بخاطر نگفتیم کدوم یکی از این
کارهایی که فیلمایی که آه اصل موضوع آها آره اون مقدمه اینا بود. آره حال من یه همچو آدمی وقتی که فیلمو نگاه میکنم من دیگه به این فکر نمیکنم که حالا اینجا من اینو نوشتم اینو نگفت اینجا این صحنه رو هست. یکی از شرایطی من با کارگردانایی که حدودا 18-19 تا کارگردان باشون کار کردم یکیش اینه که من این داستان به شما میدم، این داستان در اختیار شماست، من کارو خودم کردم، خلاقیت خودم اگر داشتم توی این به کار بردم، من آدم پشت ویترین کتاب فروشی هستم، تو آدم روی پرده هستی، باید خودت خلاقیت داشت باشی، این به عنوان خمیر مجسمه من بهت دادم، مجسمه رو خودت باید بسازی، اولشی کم کن آخرشو بردار، آدم توش بیار، آدم از توش ببر و در هر صورت هر کاری که میخوای با این بکن. اصلا هیچ گرفتگیری که نداره. من خیلی هم خوشحال میشم که یک کس دیگه از این داستان بیاد و یک روایت خودش بده. تو به عنوان هنرمند لازم نیست من ویرگول نوشتم بگم اینم تو باید فیلم بکنی یا فیلم داستان من خراب کردی. حالا این هم خودستایی توش هست و هم مثلا یک جور اعتماد به نفس که برای من اصلا مهم نیست افی خوب بشه بد بشه، مهم نیست، من خواننده خودم دارم و جوش اینه نمیذارم که داستان من خراب کرد یا نه. طرفدارم پدرش در میارن، خود من چیزی بهش نمیگم و بنابراین من چیزی بهش نمیگم و باید این کار بکنم. پس وقتی فیلمو میبینم به عنوان داور میبینم، یا از فیلم خوشم میاد یا از فیلم بدم میاد، یا میگم من خوشم اومد یا میگم که نه منو نگرفت. اینکه این مثل داستان من بود، اینجاش این کاری کردی، اصلا این نبود و بارها من فقط بهشون میگم وقتی که فیلم نامتون تموم شد، خودم هم هیچ وقت فقط یکی دو سه تا فیلم نامه با این که یکی دو تا هم نوشتم و جایزه چیز اون چی بهش میگن جایزه جشنواره فجر هم بهم دادن، سیمرغ بلورین هم بهم دادن به خاطر فیلم نام نویس. خیلی جا می نویسم مرادی کرمانی فیلم نام نویس، ولی خودم فیلم نام نویس خیلی نمیدونم، چون به خودم که وقتی میگم بنویس میگم خب من یه دار این من نوشتم، دوار این بخورم و دوار پس بدم، اون فیلم نمیشه. من این کار روی کاغذ کردم، حالا دوباره از اول بشینم فقط میتونم اینو سکانس بندی بکنم یا اضافه بکنم چیزی توش، هیچ کار خاصی یک کسی باید باشه غیر از من با این داستانی با. و بنابراین نمیتونم اصلا بگم کدوم یکی بهت. اما خب همطور مثل خود کتابای من معتقد هستم که به هر حال هر کسی بستگی به سلیقه و ذهن و حال روز خودش و تجربه خودش از یکی از این کتابا من خوشش میاد یا از یه دیگه خوشش نمیاد. فیلمم هم همینه، فیلم هم هر کسی میاد میبینه. چند تایی از قصه های مجید خیلی دوست دارم، خیلی خوب در اومده. مهمان مامان تا حدی مردم خیلی پسندیدن، دوست داشتن. فیلم خمره 68 تا فقط اکران بین المللی داشته که ابراهیم فروزه ای ساخته از روی داستان اومد و مثلا اولین جایزه لوکارنو رو گرفته و جوایز زیادی ابراهیم فروزش از عمری گرفته، همونطور که به 15 زبون این کتاب ترجمه شده و در هر صورت کتاب بسیار موفقی بوده، هم در ترجمه ها و هم در فیلم و هم در خود فروشش در ایران کتاب موفقی بوده، خب فیلم هم شده. یا آقای طالبی داستان چکمه رو درست کرده که واقعا طالبی شد بعد از اون، پوراحمد بعد از اینطوری خودمه، خود پوراحمد هم این با این نام بیامون بعد از پوراحمد بعد از قصه های مجید دیده شد، کارش خوب بود دیده شد، البته زحمات خودشون بود، من هیچ کاری نکردم، فقط بهشون داستان دادم، داستانشون خوندم و کنارشون هم وایسادم و تا آخرش هم بودم، هم مرجوی همه اینها. و در نتیجه این نمیتونم بگم کدوم یکی، هر کدوم اینا اندازه داره. ببخشید من اصلا یک کلاس فیلم نویسی اینجا گفتم، نه سعی میکنم حالی جمعش کنم، میفهمم شما اعصابتون خورد میشه. من میخوام همه چیزی از اولش بگم، یعنی رابطه شما با دنیای کودکان در حال و اساس آنچه که از شما نوشته شده یه حکایت از این میکنه، علی‌رغم این که شما رشته تخصصیتون روانشناسی نبوده و هیچ جام ندیدم، ولی یک توانایی در روانکاوی دنیای کودک در قهرمانهای آثار شما وجود داره. این یه اشاره کردید به دوران کودکی، ولی این توانایی در بیان درون ذهنی کودکان رو از کجا شما آوردید؟ از
خب مطالعه نمیتونه، ولی یه تجربه دیگری غیر از اون تجربه دنیای کودکی باید داشته باشه. حقیقت این شاید یه جور نگارش درمانی میشه اسمشو گذاشت. من با نوشتن و ورودم به دنیای هنر و تخیلم در حقیقت خودم رو معالجه کردم، اگر نم از پدرم میشه آدم شاید هستم، ولی یه خود بهتر، یعنی هنوز درست بود. در نتیجه شاید این موقعیتی که توی داستانهای من هست یک جور آرام بخشی توشون هست که این هست به زبان کودکانه، یا اینی که مخاطب کودکان و نوجوانانی که داشتم و معروف شدم به نویسنده کودکان، این در حقیقت خودم هستم و حسای خودم هست. از وقتی می نویسم تلاش نمی کنم که بچه ها بخونن، بزرگتر ها بخونن، روشن فکر ها بخونن، چپی ها بخونن، مذهبی ها بخونن، اصلا اینا به من مربوط نیست. این کتاب بشه نشه، یه چیزی نزدیک به 25 تا حالا پایان نامه روی آثار من نوشتن، تعدادی از اینها پرداختن به موضوع، جمله خانم نام خانم خانی که دانشجوی روانشناسی در کرمان است، آثار مرادی از دیدگاه روانشناسی و چند تای دیگه‌ای که به هر حال به این موضوع پرداختن، و آقای دکتر مختارپور هم دو تا مقاله نوشت، استراب در آثار هوشنگ مرادی کرمانی، یک جور استراب پیدا کرده که حال یه مقدارش ژنی هست، یه مقداریش هم خب به هر حال موقعیت های خاص جامعه یا هر چیز کودکی من هست، کودکی سخت، تنهایی و اینا باعث شد من راهی پیدا بکنم برای معالجه خودم، و در نتیجه چون خیلی مثل من هستن، یعنی یکم مشکلات دارن، این هستش که ارتباط میگیرن با اینها، و من هیچ داستان رو روش ننوشتم، این مال کودک، این مال بزرگسالی، از تقسیم بندیش هم خیلی بدم میاد. بعضی ها میگم مثلا ماها تو این شما که غریب نیستید، یه رمان یا زندگی نامه در صورت داستانی است یا داستان زندگی، بعضی ها میرن این برای بچه 8 ساله میخرن میخونم کاریشون میزنم، یا مثلا این آخری میخرن و برای بچه شون و این شهری کتاب هم اکثرا کارا من میرم میزنن بغله هری پاتر رو مثلا فرد میکنه، لا لا جدی میگم، لاک پشت تنبل و خرس زرنگ و مسافر میکنم، از این چیزا، اینا موش خوابالو و اینا، کتابای منو میذارم بغل اونا، باشه مهم هم نیست، اشکالی نداره. در هر صورت در هر آدمی یک کودکه، و خود من چیزی که تعریف های زیادی از ادبیات کودکان خوندم، سالهاست من عضو شورای کتاب کودک هستم یا جاهای دیگه که به هر حال هستم، خب از خیلی چیزایی یاد گرفتن، جلو خانم میرهادی، خانم انصاری و بقیه دوستانی که تو این کار بودن. یک تعریف من خوندم، الان درست یادم نیست، خیلی به دلم نشست این، حال چقدر درست بکنم، میگه که ادبیات کودکان، داستان کودکان، شعر کودکان آن است که هر کسی در هر سنی و با هر موقعیتی وقتی که میخونه به کودکیش بتون برگرده، یعنی اینقدر این جذاب باشه، اینقدر این کودکی سالم و خوبی رو تو ذهن میاره، حالا میگیم کودکی ایدئال یا کودکی آرمانی یا هر چیز دیگه ای، که وقتی آدم بارها و بارها هم این میخونه کودک میشه، یعنی وادار بکن به یک آدم بزرگ هم کودک میشه. در این نیست که حالا ما بشینیم واژه های انتخاب کنیم که کودکان بفهمه، البته اونم یک راهه، باید هم این کار کرد، با ساده ترین واژه بهترین حرف بزن، ولی من فکر میکنم این یک تعریف خوبی است. یادم نیست کجا خوندم، ولی خوشم اومد، مال منم نیست. تو پاشو خانم وفایی بیشن اینجا عدیب برو من تو پاشو بله خانم وفایی بیا بفرمید. سلام علیکم. برای خانم وفایی کف میزن، برای یک کسی باید کف بزنیم که یه خود فکرونو بکن. خوش آمدی، خیلی ممنون از این که یاده هر ساعت که زمنان ایرادم بگیرین از ما، اگر من خیلی بله. میرم به چیزای دیگه، شما فرمایید از اینجا قیچیش کن بر سراغ یه چیزی، جریان سیال ذهن شما برای ما هم همینطور. آره هم میبرم تو الان به کودکی به داستان اول صبح پنج، من فکر نمیکردم اول صبح پنج شب ساعت 9 صبح عده جمع بشم، بزنم گفتم من یعنی این قضیبا خودم باور نمیکردم، گفتم الان آلندلون بره اونجا، هیچ کس 9 صبح راه نمیافته بیاد بره، ولی برها شما لطف کردی، شما خودتون درونتون ظاهرتون زیباست و واقعا من شرمندتونم. قصه های مجید آخرین چاپش چندمین چاپ بود؟ فکر کنم 28 28.
الان 28 زیر چاپ فکر میکنم. شما شاید تنها واقعا یا از زمره تو نویسندگانی باشید، چون در ایران هر کسی باید یه دسته ای دنبال کارش را بیفته و اگر را نیفته بی پناه میمونه. ولی شما اثبات کردید که نه، احتیاجی به این نیست که آدم یه دسته ای داشته باشه و پشت سر و یه جریان هایی بتونه حمایتش کنه. اینا تنها از معدود نویسندگانی هستید که این اقبالی که از آثارتون شده و تعداد چاپ های مکرری که از آثارتون شده توسط خود کتاب ها و با مخاطبین به دست آمده و من هرگز ندیدم که کسانی را بیفتن برای کار شما، بلکه این مخاطبین شما بودن از اقصا نقاط ایران. قطعا یه ارتباطی بین مخاطبین و شما هست، از نقاط دور افتاده تا نزدیک، که اینها یه جوری با شما ارتباط برقرار کنند. این ارتباط هایی که برقرار میشه از طرف بزرگان، کودکان، نوجوانان به چه صورت بوده و یکی دو تا اگر خاطره ای هم از این خوانندگان آثارتون دارین بفرمایید. خب این که نظر لطف شماست، ولی تقریبا روزی نمیشه من یکی دو نفر یا چند نفر یا تو پارک یا توی نوبایی که برم نون بگیرم یا تو خیابون یا جایی دیگه بگیم من کودکیمو با آثار شما بزرگ کردم. خیلی به من این میگن و یکی از افتخارات من، مگر چیزی به دست آوردم، یه خبرنگاری اخیرا تو شهرستان رفسنجان اومد گفت بزرگترین افتخاری که تا به حال شما کسب کردی چیست؟ گفتم بزرگترین افتخارم این که تو و همسال شماها رو دارم و با من دوست هستین و بعد این بهترین افتخاری که میتونم، چیزی که کسب کردم همین لطفی هست که مردم و خوانندگانی که به من دارن. شما این چیزی کمی نیست. آقای اسلام پناه پیشین جایتون. و این چیزی کمی نیست در هر صورت. باش آقای پورجوادی هم بیان. اینجا جاشون هستش، اینجا جوون هم اینا با میستن. بفرمی آقای دکتر. آقای اسلام پناه هم بس. از کرمانی هایی هستن که همشهری آقای برشون. آقای دکتر پورجوادی سلام. سلام دوست ما و هم فرهنگستانی بنده آقای دکتر دکتر نصرالله پورجوادی و بعد تشکر هستم. شرمنده کردی دکتر. ما که همیشه با همیم تو فرهنگستانی. یادم یه بار آقای دکتر باستانی پاریزی، خدا رحمتشون کنه، یادشون گرامی باد، فرمودن که ملت بسیار نجیبی داریم. تو ببین همیشه ایشون دست میکردن تو جیبشون یه مقدار نامه و یادداشت داشتن و اینو از جبهه برای من فرستادن. مردم کتاب ما رو پول میدن میخرن و اینو یه کسی آسیای هفت‌سنگ رو توی سنگر خونده بود برای آقای باستانی، نامه خیلی بلند مهرآمیزی نوشته بود و خب برای یه نویسنده هیچ چیزی بالاتر از این و افتخارآمیزتر از این نیست که یک خواننده ای که او رو نمیشناسه و از این ور اون ور بتونه پاسخ بده به اون چه که زحمت کشیده شده و نویسنده شاهد این باشه که کارش بی اثر نبوده. برای شما البته حتما هزاران مورد پیش آمده بله. که این ارتباط به وجود اومده باشه. بله خب به هر حال این اتفاق زیاد میفته که من کسانی که بسیار به قول خودشون کودکیشون با من گذروندن و بعد چیزایی که خوشحالم میکنه بیشتر از چیزایی که به هر حال حالا به عنوان جایزه یا هر چیزی که داده میشه یا کتاب سال میشه، از این چیزایی اینا هم هست. خب اینا خبر خوشحالی یا تجدید چاپ ها این هستش که میگن مثلا فرق ما هیچ وقت کتاب نمیخوندیم یا مثلا بچه ما اصلا کتاب نمیخوند یا معلم ها اکثر هم میگن ما سر کلاس هی راجع به کتاب صحبت میکنیم ولی بچه ها اصلا علش نیستن. بعد دوسته تا از کتاب های تو یا یکی از اینها دستمون رسید خوندیم و هم خودمون خوندیم، الان بچه همون داره میخونه، الان کلاسمون داره میخونه و یا یه بچه هی دارم از اونجا شروع کرده و الان دکترا گرفته، الان در فلان کشور هست و هنوز که هنوز این کتاب های تو رو با خودش برده آمریکا، برده استرالیا، جای دیگه، هر وقت میگه تنها میشم میخونه. دقیقا نمیتونم اینو تشریح بکنم، یه چیزی ناگفته است. این ارتباط قلبی من با خوانندمه، چون وقتی که من مینویسم واقعا همونطور که گفتم
به هیچ چیزی که دیگرون فکر میکنن، به اینکه فیلم بشه، به اینکه این ترجمه بشه، به اینکه این جایزه بگیره، به اینکه هورا بکشن، به اینکه خب به هر حال یه پولی دستم بگیره و زندگیمو اداره کنه، یا هر چیزی، به هیچ کدوم اینا فکر نمیکنم. یه حس خاصی که تو درونم هست اینو میریزم روی کاغذ، بیا اینکه من مرتب تو ذهنم مینویسم. من وقتی که یه موضوع تو به از یه جایی از یه موقعیتی توی ذهنم میاد، میبینم یا میشنوم یا سر خودم میاد یا چیز دیگه، این دقیقا مثل یه دونه گنده میمونه که میره توی خاک و یواش یواش با تلخی و تنهایی و نم و هر چیز دیگه میسازه و میاد بیرون و رشد میکنه و در اصل تبدیل میشه به یه خوشه گندم. دقیقا نوشتن در وجود من همینه. من با برنامه ریزی شده نیست، یه حسای خاصی دارم که این حسا رو تزریق میکنم به اون. یک مثلا یک داستانی تو این همه آخری دارم، چون این آخری هنوز تو ذهنم هست و خیلی هم اونطور میدونی موفق بود و فلان یه فاینا. و این داستان مثلا اسمش قندیله، تو یک برف سنگینی اومد بود، ما رفته بودیم کو با چند تا از دوستا، یا آقای رفته بود یک قندیلی کنده بود از شاخه بیت، چی شد و تبدیل شد به قندیل، اینو تو به این بزرگی دستش بود داشت میبود، پشت سری میمده، هر کی میرسه با این به خونه نمیرسه، آب میشه فلانی حرفای، خب تموم شد رفت، منم بهش گفتم را. خب این تبدیل شده به یه داستان، یعنی کسی یه قندیلی که آب میشه میخواد ببره خونه و این نشون بچهش بده که بچهش نمیخواد باش صبح بره کو، خوابش میاد و زنش هم دعوا کرد، زنش هم دست بچه گیره رفت خونه مادرش، اینم تنها اومده، حالا یه قندیل میبره و نمیدونی به کی باید بده. و بعد رفتم تو درون این آدم و با این قندیل با ذهنم بازی کرد. اگر بگم من 20 بار 30 بار این داستان قندیل رو هی تو ذهنم نوشتم تا آخرش رفتم برگشتم، بیا اینکه گفتگوهاشو تو ذهنم گفتم، اینها با خودم چی میکردم، پدرم خیلی با خودش حرف میزد ولی کتاب نشد، اما من تو ذهنم خیلی این کار کردم ولی خب تبدیل شد به یک کتاب. داستان تو ذهن من همه اینها یک جرقه هست که همه را میتونم بگم این جرقه از کجا اومد، یعنی هر کدوم از مجموعه داستانها یا داستانهای بلند، همه اینها تو ذهن من تبدیل میشه به یک قصه ای که بارها و بارها نوشتیش. به تازه وقتی که مینشینم و میرسه، یعنی آماده میشه برای اینکه این از این درخت ذهنم بچینم و تبدیلش کنم به کاغذ، ما فاصله ذهنی من با کاغذ چیزه. همین چند روز پیش توی که از این شهرستان ها صحبت کردم، گفتن بحث بر این بود که آیا نوشتن رو میشه یاد داد، جوششی هست به قول معروف یا کوششی، خلاصش این میشه. و من گفتم که این محصول هر دوتا هست، دقیقا چه چیزی رو میشه نوشت ما به کسی نمیتونیم یاد بدیم، چون اون هست که وقتی که ذهن آدم میره این قندیل میبینه، شاید هیچ کس این قندیل غیر از من به عنوان نویسنده نوعی حال دارم میگه، یا هر کس دیگه ای که هر چیزی رو که بارها و بارها مردم راحت از کنارش رد شدن و این یکی گیر داده بهش به قول بچه های امروزی و میگه این قابل نوشتنه و این از توی یک داستان در میاد و از توی این میشه یه شعر خوب در بیاد یا در هر صورت به هر شکل هنری که میخواد در بیاره تو ذهنش میاد، اینو به کسی نمیشه یاد داد. این میتونست خود اون استاد میگفت و دلیلش هم اینه که این همه دانشگاه ها و دانشکده های ادبیات سر تا سر دنیا هست، مگه چند تا اینا وقتی زندگی نامه این مثلا نویسندگان و شعرها رو میخونیم، اکثر اینها فراری بودن از این مدرسه ها و از این مثلا این نوع تعلیم و تعلمی که اینا رو بسته‌بندی میکردن. یه دفعه تو دانشگاه تهران برای تو دانشگاه ادبیات برای بچه ها صحبت میکردم و میگفتم یکی از آرزوهای من در تمام عمرم این بود که بشینم روی نیمکتی که شما اینجا نشستید. و اون زمانی که من از کرمان اومدم، یواشه که میرفتم دانشگاه تهران، دانشگاه ادبیات، با یکی دو تا دانشگاه اونجا مینشستم و گوش میدادم به حرفای استادا و وقتی میمدم بیرون کتاب میخوندم اینا. واقعا وقتی که راه میرفتم احساس میکردم که با سعدی و نظامی و فردوسی و اینها راه میرم کنار این دانشگاه. من میرفتم واقعا آب میخوردم، اگر کلاس هم تعطیل بود یواشه که میرفتم دانشگاه ادبیات آب میخوردم. گفتم من اینقدر عشق ادبیات و دوست. وقتی تموم شد دانشجو من گفت خوب شد نیومدی اینجا، اینقدر چیزا مزخرفی مجبوری حفظ کنی که اصلا یه ذره استعدادت هم از بین میرفت. خدا پدرشون بیام از تو راه ندادن اینجا، ما که اومدیم اصلا هیچ کدوم چیزی نمیشه. بگذاریم، در هر صورت
این حال شوخی، ولی تعداد توی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که خانمی باز بلند شد و گفت که من خیلی علاقه به ادبیات ولی اومدم تو پزشکی و اینها، با هم دیگه سرانگشتی شمردیم، بقیه هم کمک کردن، 10-12 تا از آثار نسبتاً خوب ایران و موندگار ایران توسط پزشکان نوشته شده و ادیبان پزشک بیشتر از اونها هستن که از دانشگاه ادبیات در اومد. بهشون گفتم این، حالا برمیگردیم به حرف اولیم که به هیچ عنوان این نیست که ما کلاسی رو پیدا بکنیم و کسی که نویسنده و شاعر و اصلا هنرمند نیست این هنرمندش کنیم، نمیشه، به نظر من نمیشه، مگر که در خودش چیزی باشه. اما اون فاصله ای که بین ذهن و کاغذ هست، اینو میشه یاد گرفت، خود جمله، داشتن واژه‌های فراوون و انبانی از واژه‌هایی که تکرار نشه و خواندن‌ها و بعد حافظه‌ای که بتونه چی باشه. دقیقاً هر آدمی اینجوری هست، حالا بعضیا بیشتر، هر آدمی مثل این دوربین فیلمبرداری که روبروی من هست، چشمش می‌بینه و ضبط می‌کنه و میکروفونی هم که جلوی من هست ضبط می‌کنه حرف منو و بنابر این اینها با آدما می‌مونه، این حافظه ها، بعضی از اینها تو اون لابراتوار ذهن، تو اون آزمایشگاه ذهن میمونه و بعضی ها فراموش میشه. این ذهنیت و خلاقیت آدم که میگن شامل شاید یکی از دلایلش همه بشه. بنابراین این چیزی که شما فرمودین که خوانندمون چگونه چی میکنم، من از این جنسم و بنابراین وقتی که از این جنس هستم و ذهن من چنین ذهن قصه پردازیش، من معتقد هستم که انسان بعد از خوردن و خوابیدن و به هر حال لباس پوشیدن و چیزایی از این بابت به قصه نیاز داره، یعنی دقیقا همراه هوا هست. همه ما تو ذهنمون قصه میسازیم، همه ما در ذهنمون تصویرهایی داریم که با اینها چی میکنیم. اگر یه جایی میخوام بریم، مجید توی یکی از این صحنه ها داره پولی از یکی میخواد و روش نمیشه رو بگه، ده ها بار به فکرش میفته که احتمالاً پور احمد فیلمی که ساخته همینو، فقط همین صحنه رو گرفته، و میریم اونجا چجوری صاف مستقیم میگه خب چرا پول من نمیدی، نه میگه اینجوری نمیگم، اولش اینو میگم یواشکی، حال خودش و مادرش و عمش و خالش میپرسم، بعد میگم ما بی پولیم، اینها یه جوری میگم که خودش بفهمه، بعد می نبا بارها این کار کردیم بهم پول نداده دوباره این بنا میکنم تو این داستانه دیگه، یعنی یه نفر در ذهن خودش آینده رو اینجوری تو ذهنش میاره. و بنابراین اگر کار من موفق بوده و خواننده پیدا کرد، به قول شما بدون که من آدمی باشم که وابسته به یک گروه و دسته، این کتابم نشون میده یه عده‌ام که اون اوایل کار دنبال این بودن که من به یه جایی ببندن، هرچی گشتن چیزی پیدا نکردن، آخرش فقط تونستن چیزی که می‌خواستن علیه من بنویسن نوشتن در مجلات مبتذل که روی جلدش مثلا فرض می‌کنه گوش و فران بوده، تو اینا داستان می‌نوشته، حالا اومد اینجوری خب می‌نوشتم من دیگرون چیکار کردم، یا مثلا فرض میکنید داستان عاشقانه وسط مجله نوشته، داستان‌های اروتیک نوشته، واجی تنها چیزی که تونستم پیدا بکنم، وگرنه منو به حزب و دسته و جایی و فلانی حرفا نبوده اینام این. و بنابراین همونطور که میگین وابستگی نداشتم، اما وابستگی عاطفی به ملت ایران و اینکه من زن این آخریه یک کتابی به من دادن، یه نفر نوشته تقدیم به کسی که زندگی ما و ما را در کتاب‌هایش زنده کرد، یکی از این شعاری بودی افیشی، و من خیلی خوشحال شدم که جنس ایرانی هستم، اینم، هرچی هستم همینم، صداقت و سادگی که به هر حال در کتابام هست میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. مثلا ببینید زندگی نامه رو خب همه ما دیدیم نوشتن دیگه، چاپ اول دوم خاله عمه اون میخونن، سیاسی ها وقتی که زندگی نامه مینویسن دفاعی در حقیقت مینویسن و توجیه نامه مینویسن، این نیست. ولی چیز من نوشتم چاپ 20 الان، یه زندگی خود من نوشتم، یک ذره‌اش هم دروغ نیست. و وقتی که من از جنس ایرانی هستم و میتونم ارتباط بگیرم و دور خودم این دیوار و حصارهای خاصی نکشم و در هیچ داستان و در هیچ جام نه کسی نصیحت کردم و نگفتم شما آدم خوبی باشین، خیلی انسان باشید، بیایید مثلا فلان دین انتخاب کنید، فلان تفکر ایدئولوژیک سیاسی رو انتخاب کنید، بدون اینکه اینا رو بگم خیلی راحت براشون درد دل کردم و این میتون به دل خیلی ها بشین. شاید این تحلیل من هست، به تحلیل اگر خود نمایانه و
خودستایی هست، شما وادار کردین منو که اینجوری کنم. علاوه بر اون نکاتی که فرمودید، مسئله دیدن، استعداد، موضوع، اونچه که در کارهای شما خیلی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نشانه ها صحبت میشه، نصر روان و سلیس و خوشخان شماست که معمولا خیلی ها سوژه دارن اما دارای این توانایی در نوشتن که ویژگیش این شیوایی و مسلط بودن به زبانی که می‌نویسن. در لابلای صحبتتون اشاره به سعدی اینا کردید، ولی می‌خواستم ببینم که اصولا ارتباط شما با سرچشمه‌های زبان فارسی که اشاره کردید باید آدم با این متون آشنایی داشته باشه، و اصولا چگونه به این نثر دست پیدا کردید در زبان فارسی؟ خب من خیلی خوندم و بعد کاری که میکردم اون زمان، مثلا فرض میکنیم، فرض قضیه، مثلا داستان تنگسیر چوبک رو خیلی ها خوندیم دیگه. یه صحنه داره که اون شیر محمد با یه مورچه داره مثلا فرض میکنیم افکار خودش رو مثلا میگه و بعد تشریح میکنه مورچه. شاید مثلا وقتی من 10 بار 15 بار 20 بار خوندم، یا مثلا یه داستان داره اسیان ابراهیم گلستانه خوندم، اینا رو میخوندم و بعد کنار اینا علامت میذارم و اینم که این صحنه ای که منم اینو دیدم میتونم ببینم، اما این فاصله ای که ذهن هست، خیلی هستم میگن که ما فلان موضوع رو خیلی خوب تو ذهنمون داریم، منتها رو کاغذ میاد اون نمیشه. ما مثلا فرض میکنیم میخوام حرفمون رو اینجوری بزنیم، ولی وقتی رو کاغذ اومد اون دیگه نمیتون منتقل بشه. خب این بر اثر کمبود واژه، اولا کمبود واژه هست. فرهنگستان یک کتابی در ورده از واژه های قصه های مجید و اصطلاح ها و واژه های محلی و چیزایی از این بابت، تعبیرات بله و عبارات و تعبیرات خودشون در ورده که من باور نمی‌کردم دو 2000 خورده اصطلاح و چیزای دیگه که من تو قصه های مجید، اولا اینا اکثرشون تو ذهن من بوده، از روستامون گرفته تا کرمان تا تهران و جای دیگه، هر جایی که به هر حال دیدم بود، برای فرار از یک نواختی، مثلا برای سرعت که مثلا حالا مجید توی سنیه که باید همش میدوه بالا میپره پای میپره پسر بچه هست، این خیلی واژه نیاز داره که ما اینا همه رو بتونیم بگیم، با اینکه نثر ترجمه در حالی که میدوید در حالی که مینشست با اینا کارمون راه نمیفته، باید بدونیم. اون وقت بعد حالا این کتابی اینجا نیست من براتون بخونم، در وردم حدودا 20 تا مثل فنر پرید، مثل برق رفت، مثل گلوله و مثل همه مثل هایی که تو فارسی ما میگیم همه رو پیدا کردم گذاشتم کنار هم، و یا شاید مثلا فرض کنیم برای واژه های دیگه ای که نمونه پیدا کردم که میتونه به جا باشه، اینا رو من یادداشت کرده بودم توی دفتری بود، قبل از نوشتن هر کدوم از قصه های مجید این اصطلاحات رو میخوندم و بعضی از اصطلاحات اصلا گم شده دیگه، اصلا تو زبان فارسی نیست. معلم ها الان یکی از مشکلاتشون همینه، و تو انگلیس هم به من گفتن که ما اینا رو میبریم سر کلاس میخونیم، اینا یه دفعه باید ساده نویسی بشه. اینی که بچه مثلا یه نمونه سر کلاس توی قصه فکر میکنم قصه سماور بود، مجید میگه که من لباس های پلوخوری می پوشیدم رفتم که میخواستم مثلا برن عروسی، یه معلمی گفت من سر کلاس خواستم از این نسل بپرسم، گفتم بچه لباس پلوخوری چی هست؟ گفتن لباس پلوخوری اون هست که وقتی بپوشی روش پلو بریزه خراب بشه اشکالی نداشته باشه. درست نقطه مقابلش اینها بود. یا مثلا فرض میکنیم باز یه خانمی تو انگلیس میگفتش که بچه ای من اینجا بزرگ شده، من به سختی به این فارسی درس میدم، کلاس فارسی میبرم اینا، ولی خب این استراحت نمیدونه. گاهی روز بستنی خریدم، رفتم خونه بستنی، گفتم بستنی برات خریدم، گفت مامان شستم خبردار شد که تو بستنی بخ... گفتم کجا؟ گفت دیشب قصه های مجید، هی مجید می شستم خبردار شد اینها، میگفت این واژه را افتاده اومده. و در صورت ما زبان فارسیمون زبان بسیار بسیار شیرین و جذابیه، و متاسفانه این زبان فارسی در حال حاضر به خاطر این، حالا من درم
به همه شما درس پس میدم، خصوصا دوتا از عزیزانم که آقای استاد صفدر تقی‌زاده و استاد بزرگوار جناب پورجوادی اینجا نشستم. ببخشید من جلو شما جرأت دارم میکنم، ولی مهمم نیست. به هر حال هر شاگردی باید یه جوری خود امتحان بده و رد بشه، ما این کار میکنیم. عرض به حضورتون که من معتقد هستم که زبان فارسی هی داره لاغر و لاغر و لاغرتر میشه، و به این جهت که ما واژه ها و اصطلاحات عامیانه رو و چیزهایی که بین مردم هست اینا رو داریم از دست میدیم. یه نمونه ای که همیشه گفتم و خب به دل خیلی ها نشسته، ما مثلا یه واژه‌ای داریم به نام کادو. این کادو به جای چش روشنی، به جای خون نوی، به جای تحفه، به جای سوغات، به جای باج سبیل، به جای بسیاری از چیزها، به جایی که مثلا خر کریم نل بکنیم، به جای اینکه مثلا فلانی رو خرش بکنیم، فلانی رو بهش جایزه بدیم، به جای مثلا فرض میکنیم رهاورد و چیزهای ادبی، نوع ادبی، این همه اینا رو گذاشتیم کنار. یه نفر خونه میخره، به جای منزل نوی براش کادو میبریم. یه نفر بچه به دنیا میاره، به جای چش روشنی براش کادو میبریم. یه نفر متولد میشه، براش کادو میبریم. یه نفر به قول معروف از سفر میاد، میگه کادو بابات که از سفر اومد چی برات کادو آورد اینا. یا مثلا فرض میکنیم این صراحی قدیم قبل از اینکه مسافرت میرفتن میبردن میدادن، یه هدیه میدادن به عنوان صراحی که با خودش ببره. بله، اینها بعد چیزایی از این بابت که شما الان تو ذهنتون بیارین، خیلی از این واژه همه اینها فدا شد، یه دونه فقط این مونده. یا یک واژه‌ای به نام جوک تعریف نشده، به جای طنز و مسخره و دلخکی و به قول معروف دست انداختن و بی ارزش و بی بها و خیلی دم دستی و همه اینا شده جوک. میگه بابا این مثلا فرض میکنیم، میگن که مثلا این مثلا چرخ گوشت، مثلا میگن چرخ گوشت مثلا خیلی خوبی خریدی، میتونیم مثلا باش چرخ گوش کنیم. بابا جوکه، این چرخ گوش نیست، من گرفتمش، این حرفا به جای نگرسن نیست. یا مثلا فرض میکنیم میگه فلانی آدم مسخره ایست، آدم پیش با افتاده ایست، بابا فلانی جوکه. وقتی میخوام مثلا یه لطیفه تعریف کنم، یه جوک تعریف کنم، پره پره پره، اینقدر زیاده اینها. و اینها زبان فارسی رو داره کم کم به طور کلی یک بودیش میکنه. به خاطر همین پیامک ها یا مثلا اس ام اس ها یا چیزایی که به هر حال یا چیزایی که داد میشه، باید به سرعت و اولین واژه‌ای که به نظر طرف میرسه بگه، اینا رو به کار میبره. بیا اینکه نثر ترجمه ای که به وجود اومده، به جای اینکه ما مثلا فرض میکنیم خنده کنان بگیم، گریه کنان بگیم، در حالی که میخندین، در حالی که گریه میکرد، این در حالی که. من بعضی وقتا میخوام این کتاب بخونم، حالا مثلا ببینم که این ترجمه هست، نگاه میکنم تو یه صفحه میبینم 8-9 تا در حالی که گذاشته، بی انصاف، همه اینها نیست. تو تمام قصه های مجید 700 خورده شما یه دون در حالی که پیدا نمیکنید. در صورتی تمام مجید و بیبیش همیشه در حالی که هستن، یا داره چرخ گوش میکنه، یا داره یه چیز میکوبه در حال مجید، یا داره لباس میشوره، یا داره مجید داره میدوه. اینا تفرقات دوتاییشون، تمام اینا در حالی که هستن، ولی من یک دونه در حالی که نذاشتم و گشتم پیدا کردم اینا. این که شما میفرمایید پشت این زبان، این ذهن من و در اصل گوش من و اون چی که به هر حال تو ذهن من هست، بهره‌گیری از ادبیات عامیانه مردم هست و بجا، اگر که به هر حال این چاله باشه. و بنابراین اگر این روانی به قول شما روانی نسل و یا هر چیز دیگه که شما اسم میذاری، و یا میگن شیرینی، خوشخانی، هر چی میخواد، این حاصل این واژه هایی هست که نسل. الان یه نفر رسید من گفت من یه چیزی نوشتم تو همین کتاب تازه، نوشتم ماهیه که توی تونگ بود برای عید، این ماهی حالش بد بود، داشت دهنک میزد. چند بار نوشتم دهنک میزد، اومده میگه من اصلا تا حال نشیدم، ولی چقدر واژه قشنگیه این دهنک میزد، که یه حباب کوچولو هم معمولا دیدیم میاد بیرون تا وقتی تفلدی تموم میکنه. شب سر دهنک نمیدونم از کجا آوردم، شاید هم ساخته باشم، من خودم نمیدونم از این چی کارهایی میکنم گاهی. و به هر حال این واژه گزینی فرهنگستانم باعث شد که ذهن ما خود به کار بیفته. عرض به حضورتون که این نیست جز اینکه تکیه کردن بر فرهنگ
شفاهی مردم، حرف زدن مردم و زندگی کردن بین اینها. یعنی من پدر بزرگم وقتی که داستانهایی تعریف میکردم مینشستمش، از همون موقع این واژه هایی که بکار میبرد، غیر از حرکات دستش که مثل نقال ها حرف میزد، تا مادر بزرگم تعریف میکرد، تا مثلا کرمان حرف میزد، من بین مردم زندگی کردم. کار کردن تو بازار، کار کردن تو کتاب فروشی، کار کردن توی مثلا بنایی و شغلا مختلفی هم شاگردی کردم در جاهای دیگه. اینها هم کمک کرد به این که من زبان کاسب ها و زبان کسانی که دارن. چون ببینید وقتی که تو یک روستایی یه عده زندگی میکنن، من همیشه این فکر کردم راجع به این موضوع، جایی هم نخوندم، شاید هم خونده باشم دارم پوز میدم. عرض به حضورتون که وقتی توی روستایی زندگی میکنین، تمام این روستایی با 1300-1400 تا واژه کارشون میگذره. هوا خوبه، هوا بده، حالت خوب نیست، مثلا امسال خوشسالی شده، بارون نیومده، با فلانی دوامو شده، سر زمین، سر گاو، سر فلان و حرفا، این همین هست. حالا این همینطور که میاد بالاتر و تبدیل میشه به بخش، میشه 2000 تا واژه باید داشته باشه. حالا دی باید تو ادارم بره بخش، چون چیز داره میخواد بره تو اداره، مقدار زبان اداری هم یاد بگیره، چون کار اینجوری هم داره. وقتی که داره میاد تو شهر، دیگه مسئله ماشین پیش میاد و ورود ممنوع و بعد تابلوهایی که برای ماشین هست، باید اینا هم یاد بگیره. هر چی که شهر بزرگتر میشه، آدما به واژه بیشتری نیاز دارن که یاد بگیرن. و بعد همینطور که وقتی که حرفه هایی که وقت مخصوصی دارم، اون آدمی که صبح بلند میشه، صبحونهش میخوره با زنش، حالا یا دعوا میکنه یا آشتی میکنه یا مثلا فرض میکنه به هر چیزی که داره میگه، نه هر صبح هم ایناست، هیچ تکون نمیخوره. اما کسی که راه میفته و مثلا فرض میکنه میره مثلا تو دانشگاه صنعتی شریف و مثلا فرض میکنه میخواد مثلا مکانیک درس بده، یا میره مثلا فرض میکنه میخواد فلسفه درس بده یا علوم اجتماعی درس بده، به هزاران واژه نیاز داره که کارش بگذره. این دیگه اون روستاییه نیست که میره سر زمین و میاد و به واژه نیاز نداره. پس بنابراین هر حرفه خاص خودش واژه هایی داره که حتی میخواد این واژه ها متاسفانه از جای دی اومد. سر فیل برداری شما بخوام بریم، من بارها دیدم، میگی مثلا فرض میکنیم عباس رو ندیدی، مثلا از فیل بردار میپرس، فیل بردار میگی که من تو لانگشات باور کنم همینجی تو لانگشات دیدم داشت میرم یهو فید شد. دقیقا این داره میگه، من تو نمای عمومی من دیدمش یهو محو شد. خب حالا به فارسیش ما بگیم این میشه. یا مثلا فرض میکنیم یه دوست نجاری من دارم باش صبح بعضی وقتا قدم میزنی یا ورزش بونه اینا، من گفتم چه درخت قشنگی، درخت چناره چند سال، گفت میدونی این حداقل 23-24 تا صندلی از توش در میاد. من ماتم برد این زبان بوده. من به این هیچ وقت فکر نکرده بودم که از تو این درخت چند تا صندلی میشه در میاد، ولی چون این نجار بود و یه عمر نجاری کرده بود، حالا دیگه پیر شده و حالا دیگه مب میشه، این زبان کاسبا و زبان کسانی که با این ابزاری که دارن و ارتباطی با مردم میگیرن، برای یه داستان نویس خیلی لازم هست که این زبان مردم و اصطلاحات مردم و خصلت ها و خصوصیت این که به هر حال در زبان هست یاد بگیر. ببخشید خیلی حرف زدم، عذرخواهی. من چیزایی که به نظرم رسید گفتم شاید به درد بخوره. شما آثارتون به تقریبا 17 زبان ترجمه شده و مکرر. برای ما سؤاله که مثلا به زبان هلندی یا دانمارکی که ترجمه شده، این جامعه کتابخانه دانمارکی چه رابطه‌ای با این کتاب‌ها که بومی ترین مفاهیم رو در قالب داستان میاره برقرار می‌کنه؟ من یه جوابی بود که توی اتریش به خبرنگار تلویزیون دادم. داستان خمره به آلمانی در اتریش ترجمه شده و خونده شده و یک سال هم به عنوان کتاب سال در رشته ترجمه چیز شد، برنده شده بود. من رفتم اونجا و مصاحبه کردم با یک کانال تلویزیونی. اون آقا پرسید از من که ببینید شما داستانی نوشتین در خصوص آب، یه آبی که تو مدرسه است، یه خمره‌ای در روستاهای کبیری ایران، در یکی از روستاها این خمره بچه ها ازش آب میخورن، این خمره ترک میخوره میشکنه و بعد ماجراها پیش میاد. اینجا ما نه خمره داریم،
نه اینجوری آب میخوریم، نه اینجوری بتونیم برای بچه هامون بگیم اینقدر آب کمه که بردم. اینجا از در دیوار آب میریزه و گاهی 16-17 روز بارون. توی مخصوصا تو اتریش بارون میاد. دخترم و من اونجاست میگو کسی تو کرمان زندگی صاف از کرمان رو رفت اونجا و وکیل شده و برحال من ها تعریف میکرد، گفت پنجره رو باز کردم هر چی فوش با لحظه کرمانی بود با بارون دادم. اون موقع حالا این در یه جایی بود که ما همیشه خصوصا همیش بیشتر شهرهای ایران و خصوصا جای کرمان و یزد همیشه به قول مثلا ما روستایی ولاولای آب داریم و بنابراین این رافت 17-18 روز میگفت آفتا همینطور یه بند اومد که میگفت از خونه نرفته بیرون، فقط میتونستم پنجره رو واکنم به بارون فوش بدم. گفتم خب حالا این بارون میگفت یه ذرهش تو کرمان ما اینجا نمیاد. میگو ما در اینجا اصلا مسئله کمبود آب هم نداریم. هیچ هرچی من فکر میکنم میبینم چه ارتباطی بین بچه های ما و این قصه وجود داری که بچه ها خوندن اینو و خوششون اومده و یک قسمتی از این داوریه که انجام شده بچه های اینجا حدیث کردن و از من پرسید. خب حالا این برمیگریم به سوال شما، چیزی که الان به ذهنم رسید این بود، من گفتم که بچه های شما تشنم هست میشن آبم میخورن؟ گفت بله. گفتم که خب میفهمن آب چی هست؟ گفتم بله. گفتم که خب شما برای تو مدارستون و جای دیگه چون به بچه آب میدون؟ گفتم با بطری هست و حتی مثلا شیر آب و یا این چیز رو نو هست. گفتم که خب میشه که مثلا آب لوله کشی زمستون بتره که و بر فراغونی مسئله شده به همه بزن. گفتم خب ما فقط ظرفش آوردیم، همه چیزهایی که اونجا اتفاق میفته شما هم دارین. ما گفتیم تو این خمره ای که شما ممکن یه چیزای ناجوری بخونید که بلایی تو ما نمیشه گفت، عرض به حضورتون که شما این خمره ما توش آب میکنیم توی یه جای بوده. این زندگی خود من هست که در اون روستایی که درس خوندم یه خمره ای داشتیم اون کنار بوده و این ترکیده و بعد ماجراهایی که پیش اومده. بچه‌ها از این شاید از این خوششون اومده که این رفته تو یه ظرف دیگه، همون کاری که ما در زندگی میکنیم، همون کاری که هر مغازه‌داری ویترینش رو عوض میکنه برای اینکه جلب توجه کنه، لباسش عوض میکنه، این رفته تو این ظرف. اگه خوش اومده که چطور میتونیم این خمره رو توش آب بکنیم یا گوشه بذاریم بعد این بتره. گفتم همه اینا شگفت انگیز در این حال که میتونم بفهمم به جای نگیرم. و جالب اینجا بود که من گفتم که من ببرن توی مدرسه روستایی، من بردن و این برام اجرا کردن. بعد من یه خمره کوچولو رو برداشتم تو کیفم گذاشته بودم، اینجا گرفتم برام بهشون نشون بودم. وقتی اونجا رفتم نمایشگاهی از خمره ها برام من گذاشتن، اصلا تو کیفم درش نیومد. اصلا گفتم آبروریزی میشه. بعد نمایشنامه شون هم سر این بود. حال اونا داستان خودشون گفتن که چیز آب لوله آب میترکه و معلم دچار دردسر میشه و مسائلی از این بابت و بقیه داستان ما بود. فقط این شکستن رو تبدیل کردم به ترکیدن لوله. بس بنابراین ببینید مفاهیمی که من تو این دارم، تو اینا دارم، همشون حسای جهانی داره، همشون حس جهانی داره و بنابراین میتون بشین. الان شما که غریب نیستید که توی روسیه یک مثلا شرق شناس ایران شناسی ترجمهش کرده و فلانی حرفا، اینا بحثشون بر سر آداب و رسومی هست که توی این هست که میگی برای اینجا هست و الان هم تو آمریکا خانم کارولین داره ترجمه میکنش. بعد از به حضورتون که این هست که اصلا چیز عجیب و غریب نیست. ما یک تصویری هم که بگم بهتون، من با حال جاهایی که من رفتم و دیدم یه تصویری هم از دنیا داریم که دنیا هیچی نمیفهمه، مردم هیچ از ما نمیفهمن، اونا دیگه حتی سینه زنی ما رو هم خیلی راحت میفهمن. دنیا خیلی خیلی کوچک شده. در گذشته هر کی میخواست تخت جمشید رو بره، هر کی میخواست لبخند ژوکند رو ببینه، راه میافتاد میرفت اونجا تابلو رو میدید، یا اینی که میرفت شیراز تخت جمشید میدید میمد. ولی الان شما تمام مدرسه تخت عکس تخت جمشید نشون هر کی. این وسائلی که امروز اومده همه جای دنیا دیگه تقریبا یابسید و هر قد که شگفت انگیزتر بشه جذابتر هم میشه.
وقتی که ما داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم که همه میفهمن، همونطور که گفتم اینا تو فکرشون هم نبود که تو خمره آب بکنن و بخورن و میگن خب چرا اینطوری شد. این که من فکر میکنم این باشه، این تحلیل خیلی دم دستی من هست، حال بقیه هر چی خواستم میتونم. بله، میخواستم به عنوان حسن ختام یک بند از کتاب رو خود شما از کتابتون برای ما بخونید که سوالتو بعد از جلسه میتونید بخونید، چون بعد هستن استاد کتاب. یک بند از کتاب رو برای ما بخونید واسه این بند قبلا کش آماده میکردیم، من میخوندم. حالا شما بخونید برای ما جالب. من نمیدونم از کجاش بخونم. حالا اونا برای راجبه ای صحبت میکنیم. ببخشید من ببخشید تا بند پیدا کنی. بعد از ظهر امروز ساعت 16 در مدرسه ایتالیایی ها مراسم 500مین سال تأسیس یه انتشارات ایتالیایی است که آقای کامران فانی درباره تاریخ کتاب در ایران، آقای محمود آموزگار راجع به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان و سفیر ایتالیا و آقای چنتی درباره کتاب در ایتالیا صحبت خواهند کرد و ساعت 16 بعد از ظهر امروز. شنبه هم ساعت 5 در کانون زبان فارسی بزرگداشت آقای کیکاووس جهانداری است که خانم دکتر نوشافرین انصاری، آقای دکتر هوشنگ دولت آبادی، آقای کامران فانی و دکتر صادق سجادی صحبت خواهند کرد. پنجشنبه آینده هم دیدار و گفتگو با آقای دکتر احمد اقتداری خواهد بود در همین کتاب. این یک صحنه هست از هجوم ملخ به روستا. حالا همینطوری ویدیو یه جای خیلی دوست داشتم اون بخونم، پیداش نکردم. اون صحنه که میره درخت بغل میکنه به جای مادرش، اون اکثرا اون توی جاهایی که میخوان راجع به این کتاب راجع ملخ. ملخ میاد، آسمان روستا از ملخ سیاه میشود. پرده کلوفتی از ملخ، ملخ زرد و سیاه روی آبادی را گرفته است. ملخ ها روی درخت ها می نشینند. برگه های تازه در آمده و میوه های کال و نرسیده را می خورند. من می روم باغ عمو ابرام. می روم به کمک. من و احمدو و قشنگو و ململو و فاتولو پیت های خالی حلبی را بر می داریم، بغل می کنیم، رویشان چوب می زنیم، دانگ دانگ صدا می کنند، جیغ می کشیم، هو هو صدا می کنیم. که ملخ‌ها از روی درخت‌ها بپرند، که ملخ‌ها را از روی درخت‌ها بپرانید. زیر هر درخت که دنگ و دونگ می‌کنیم و هو هو می‌کنیم، ملخ‌ها می‌ترسند و دست جمعی از درخت بلند می‌شوند و روی درخت دیگر می‌نشینند. درخت‌های هلو و انجیر و به و انار و انگور و روی همه درخت‌ها می‌نشینند. درخت‌های هلو و انجیر و به و انار با نشستن هر دسته ملخ لخت می‌شوند. عمو ابرام پا برهنه می دود توی باغ. ننو سکینه زنش هم همینطور. صدای دنگ و دونگ و جیغ و فریاد و هوهو آبادی را پر کردند. همه ریختند توی باغ ها. جیغ می کشیم و روی پیت ها می زنیم. گلومون می سوزد. گوش هامون چیزی نمی شنود. دیوانوار این طرف و اون طرف توی باغ زیر درخت ها می دویم که ملخ ها را بپرانیم، بتارانیم. عمو ابرام با چوب بلندی به شاخه های میوه میزند. وقتی میزند نگاهش میکنم، انگار که به سر و سینه خود چوب میزند. میوه ها و برگ هایی که ملخ ها جا گذاشتند با چوب عمو ابرام میریزند زیر درخت توی میریزند زیر درخت توی علف ها. ملخ ها اونقدر برگ و میوه ریز و کال میجوند و میخورند که شکمشون باد میکند و میافتند و میمیرند. خودم را بالای درخت بلند گردو می کشانم و از اون بالا روستا را نگاه می کنم. صدای دنگ و دونگ چوب زدن به پیت ها به تبله ها را از زیر درخت ها از توی باغ ها می شنوم و صدای جیغ و های و هوی زن و مرد را.
بالای سرم دسته های بزرگ ملخ توی آسمان می پرند. از آسمان، از تکه های ابر، از بالای کوه ها ملخ می ریزد. روستا زیر پر و بال و دندان های ملخ ها جان می کرد، می سوزد. درخت ها می لرزند، کلاغ ها جیر می کشند و گنجشک ها آرام و قرار ندارند. دارکوب ها به تنه درخت ها نک نمی زنند و شانه به سرها گم شدند. روز بعد درخت ها لختند، انگار زمستان توی جوی ها و زیر درخت ها، توی کرت ها و روی پشته ها پر از ملخ زرد و سیاه و مرده است. دم پل ها و سر شاخه علف ها و پونه هایی که لب جو در آمده اند ملخ مرده فراوان جمع شده. باغ و درخت انگور جلوی خانه من بی برگ و بارند. باغ های سینه کوه بیشتر خوراک ملخ ها شدند. ملخ ها از کوه ها آمده بودند. درسته، چون آمادگی نداشتم متن خودم هم خراب کرده. من یه گوینده پیدا میکردیم مینوشتیم. با طبق سنت پنجشنبه یه عکس یادگاری بیرون تو حیات باغ میگیریم، بعد میاییم اینجا که بچه ها کتابایی که گرفتن شما براشون امضا بفرمایید. اون موقع پرسش پاسخ دیگرون نداره. چرا اون موقع میان که خصوصی تر برنسی.